از جد تکون نخور وگرنه میکشمت. خواهش میکنم شلیک نکن، به خدا من هیچی نمیدونم. چی رو نمیدونی؟ مخفیگاه میرزا رو. پس چرا فرار میکنی؟ جم نخور. نه. حالا واقعا نمیدونی میرزا کجاست؟ واقعا نمیدونم، ولی نباید خیلی دور باشه. دیشب یه جوان اومد به روستامون، اونم میخواست بره پیش میرزا، همین جاده رو رفت پایین. نه ترس، من قزاق نیستم، من میخوام جنگلی بشم، میخوام این اجنبی‌ها رو از سرزمینم بیرون کنم. آخه قزاقا کار ندارن که میدونیم یا نمیدونیم. از صبح ریختن این حوالی هر کیو گرفتن تا حد مرگ کتک زدن که مخفیگاه جنگلیا رو پیدا کنن. حالا میتونی برگردی. بیا جلوتر. ممنونم. میتونی بری. خدا حفظت کنه جوون. خدا پشت و پناه شما جنگلیا باشه. در ضمن تفنگم خالیه. لعنتی رو شکنجش کردم، باید هر طور شده هموطنم رو از دست این اجنبی ها نجات بدم. من اول باید بی سر و صدا از شر این یکی خلاص بشم. ممنونم که نجاتم دادی. ببینم خودت تنها بودی؟ آره. چیه؟ باورت نمیشه؟ چرا؟ ولی امروز یه گروه بزرگ از قزاقا به این منطقه اومدن. با این سر و صدایی که تو را انداختی، همه قزاقای این اطراف خیلی زود میریزن اینجا. باید سریع از اینجا دور شیم. من این اطرافو بلدم. دنبالم بیا. you
دنبالم بیا. برادران، خبر استقرار ما در این مکان به گوش روس‌ها رسیده و همونطور که دهقان‌ها به ما خبر دادن، دشمن مدتیه که به سمت تولم حرکت کرده و فردا به اینجا میرسه. تعداد نیروهای دشمن خیلی بیشتر از ماست و اگه بخوایم همینجا از خودمون دفاع کنیم، ممکنه شکست سختی در انتظارمون باشه. به همین علت باید پیش دستی کنیم و امشب که اونا در جایی برای استراحت اتراق میکنن به اونا حمله کنیم. به این ترتیب میتونیم با کمترین تلفات به جنگ خاتمه بدیم. خوب تمرین کنید، چون امشب اولین نبرد واقعی رو تجربه خواهید کرد. و سلام دکتر حشمت، امشب با یه گروه کوچیک حمله میکنیم. از بین این جوونا بهترینا رو برای نبرد امشب انتخاب کن. عبدالرزاق خان با حدود 200 نفر تفنگدار برای حمله به ما حرکت کرده، ولی ما نباید با بیش از 20 نفر اقدام به حمله غافلگیرانه کنیم. بنابراین از بین شما نیروهای تازه وارد فقط 2 نفر میتونن در جنگ امشب شرکت کنن. برای همین یه مسابقه تیراندازی ترتیب دادم. هر کدوم از شما توی یکی از این ردیفا قرار میگیرید. با فرمان من باید به سرعت از موانع رد بشید و تمام اهدافو، تأکید میکنم تمام اهدافو، با اسلحه هایی که در هر بخش قرار داره بزنید و به سرعت به نقطه شروع برگردید. فقط 2 نفر اول در حمله امشب شرکت میکنن. حالا همه سری برید و سر جاتون مستقر بشید. شما 2 نفر مطمئنین که کاملا خوب شدین؟ کاملا خوب شدیم. آماده ی آماده ایم. با شلیک من شروع کنید. کل افراد به 6 گروه تقسیم شدن. ما 3 نفر باید از این سمت حمله کنیم. قرار میرزا اولین شلیکو انجام بده. با شنیدن صدای شلیک باید همه با هم شروع به شلیک کنیم. اینطوری دشمن فکر میکنه تعداد ما خیلی زیاده. بهتره آماده بشیم. چیزی به اذان صبح نمونده. میرزا خیلی تاکید داشت تا جایی که میشه از کشتن دشمن خودداری کنیم، چون این افراد هم وطنای ما هستن. هرچند متاسفانه توسط روسا و عبدالرزاق خان ظالم اجیر شدن، پس اگه دیدین کسی فرار کرد اجازه بدین بره. فقط وقتی با ما درگیر شدن بهشون شلیک کنید. مراقب باشید به اهالی روستا کمترین صدمه‌ای نرسه. هدف گیری کنید، دیگه وقتشه. هنوز دارن چرت میزنن. اول بهتره به اطرافشون شلیک کنیم، اینطوری ممکنه بعضیاشون از ترس فرار کنن. موافقم. با شلیک میرزا من کتری روی آتیشو میزنم. منم سطل آبو میزنم. میرزا بود، شلیک کن. Ah!
میسم، عباس، زود بیاید این تخت سنگ و خل بدیم به سمت پایین. جنگ تموم شد. هیچ وقت به کسی که نمیتونه از خودش دفاع کنه شلیک نکن. صبر کنید. چی شده؟ ظاهراً چند قشون بزرگ دیگه از قزاق‌ها تو راهن. میرزا دستور داد از سد نیروهای پیش قراول قزاق عبور کنیم و هرچه سریعتر خودمونو به ارتفاعات برسونیم و ببینیم قزاقا با چه تعدادی و از چه جهاتی به ما حمله میکنن. با این حساب باید با قزاقا درگیر بشیم. حتما درگیری در پیشه، ولی باید این کارو انجام بدیم. دنبالم بیاین.